Hi everyone, I hope you are doing all right. Salam dostlar, aziz umidvarım ki cüri sehatman başın. In today's lesson, we are going to learn preposition for place. دوستای عزیز در درس امروز میخواییم که حرف اضافه مکان را یاد بگیریم. در درس قبلی حرف اضافه زمان را خواندیم که چطور ما میتونیم که حروف اضافه را با زمان یا وقت استفاده کنیم. اما در ویدیو امروز میخواییم که حروف اضافه را در پیش مکان جاهایی که استفاده کنیم چطور به صورت درست استفاده کنیم. اگر در کانال یوتیوب مجدد هستید لطفاً کانال یوتیوب مرا سابسکرایب کنید. Okay, so let's get started. بیاین که شروع کنیم. Preposition for place. حرف اضافه برای مکان. Used for several types of places. برای چندین جاهای مختلف کسته استفاده میشه. یعنی ما این حروف اضافه را در جاهای مختلف استفاده میکنیم. خب preposition for place کدام های؟ In, on, at. این سه دانه را کسته ما در پیش مکان ها استفاده میکنیم. در پیش جاها استفاده میکنیم. خب این و آن و ات همچنان در درس قبلی خواندیم اینا حرف اضافه زمان هم هستن که چطور ما میتونیم که در پیش زمان استفاده کنیم. اگر میخواین درس یاد بگیرین اگر سعی نکردین میتونین در ویدیوهای قبلی ما که preposition for time بود میتونین در اونجا سعی کنین. خب این آن ات امروز اینا را به عنوان حرف اضافه مکان میخوانیم. خب بیاین که با این شروع کنیم. این اینو کجا استفاده میکنیم؟ is used for place having some sort of physical or virtual boundary. اینو کجا استفاده میکنیم؟ پیش جاهای استفاده میکنیم که جاها مرزهای فیزیکی داره یا مرزهای مجازی داره با هم دیگر. خب پیش همه دو جایی که هستم ما این را استفاده میکنیم. کدوم جاها؟ جاهایی که با فیزیک یعنی با دیوار تقسیم شده یا این که مرز مجازی داره مثل بین کشورها بین شهرها این رقم مرز داره ما میتونیم یا بین قاره ها از این استفاده کنیم. پیش از اونا کسته این استفاده کنیم. For example in a school. In a school یعنی در داخل مکتب. معمولا هر جایی که سقف داره دیوار داره دور برخو داخل از اون میگیم مثلا داخل جعبه داخل اتاق داخل مکتب معمولا preposition چرا کسته امی این را استفاده میکنیم. مثلا گفتیم in a school یعنی در داخل مکتب. In hall. In hall. Hall راه رو یا سالون میشه. در داخل سالون. In the box. In the box یعنی در داخل جعبه. In building در داخل ساختمان. پس این را کجا استفاده کردیم؟ در جاهایی که مرز فیزیکی داره. گفتیم in a school, in the box, in a hall, in a building. خب همچنان گفتیم که کشورها، شهرها، قاره هایی که با هم مرزهای مجازی داره هم میتونیم preposition چرا این استفاده کنیم. مثلا میگیم این افغانستان. این افغانستان. این اندونزیا. در اندونزیا، در افغانستان. پس حرف اضافهش رو چی استفاده میکنیم؟ این استفاده میکنیم. نمیتونیم بگیم آن افغانستان، نمیتونیم بگیم ات افغانستان. پس کدام رو استفاده میکنیم؟ این رو استفاده میکنیم preposition. یا مثلا میگیم این غزنی. این غزنی یعنی در شهر غزنی. خب این رو ما در پیش کدام رقم جاها استفاده کردیم؟ جاهایی که معمولا مرز فیزیکی داره یا همچنان مرز مجازی داره. مثلا میگیم در داخل اتاق، در داخل جعبه، در داخل مکتب، در داخل سالون. یا این که میگیم در آسیا، این ایشیا، در اروپا، این یوروپ، در افغانستان، این افغانستان، در استرالیا، این استرالیا، و این امریکا. پس preposition از اینا را همیشه این استفاده میکنیم. هر چیزی که مرز فیزیکی یا مرز مجازی داشته باشه پیش از اون همیشه این را استفاده میکنیم. خب دوستا ای هم بود استفاده این که اونمو دو جای استفاده هم کردیم. هر چیزی که مرز فیزیکی داشته باشه در داخل یک چیز رو بگیم یا هر چیزی که مرز مجازی داشته باشه مثلا در کشورها بگیم در این قاره در او کشور یا در این شهر preposition چه میشه این استفاده هم. Okay, let's move on. On. On هم یک حرف اضافه مکان است. خب on را در کجا استفاده میکنیم؟ On is used for surface. آن را معمولا ما بخش چی استفاده میکنیم؟ سرفیس، سطح.
هر چیزی که سطح داشته باشه ما از آن استفاده می‌کنیم. پریپوزیشن چی همیشه آن استفاده می‌کنیم. For example, on the roof. On the roof. در روی بام. بام هم که خب یک سطح دیگه. در روی بام. On the table. On the table. در روی میز. خب میز هم یک سطح. On the floor. On the floor. در روی فرش یا کف. خب کف هم خود چی یک سطح. On the wall. در روی دیوار. مثلا میگیم که the picture is on the wall. Or the whiteboard is on the wall. یعنی تخته در روی دیواره. ما هر چیز را که بگیم در روی یک سطح هسته همیشه پریپوزیشنش را آن استفاده میم. مثلا اینا را می تخته را یک مثال بگیم که میگیم تخته در روی دیواره. خب میگیم چی؟ The whiteboard is on the wall. پریپوزیشن چی استفاده میشه؟ آن استفاده میشه. بخاطر که دیوار خودش یک سطح هست. نمیتونه میگیم The whiteboard is at the wall or in the wall. This is completely wrong. چی میگیم؟ The whiteboard is on the wall. On the wall. On the water level. On the water level. در روی سطح آب. مثلا میگیم که کشتی در روی آبه. The ship is on the water. On the water. خب آب هم یک سطح دیگه. پس چی رقم میگیم؟ The ship is on the water. یا مثلا میگیم که on the mountain. On the mountain. در بالای کوه. کوه هم خود چی؟ یک سطح. مثلا میگیم the tree is on the mountain. The tree is on the mountain. یعنی درخت در روی کوه. خب پس هر چیزی که سطح باشه ما چیکار می‌کنیم؟ پریپوزیشن چه همیشه آن استفاده می‌کنیم. هر چیزی که روی یک سطح باشه اونمو پریپوزیشن چرا ما چی استفاده می‌کنیم؟ آن استفاده می‌کنیم. مثلا میگیم که the writing is on the whiteboard. یعنی نوشته ها در روی تخته. خب این تخته هم خودش یک سطح. خب پس هر چیزی که یک سطح باشه پریپوزیشن رو همیشه ما آن استفاده می‌کنیم. خب let's move on. At. At هم یک پریپوزیشن مکان است. خب at را مدک شو استفاده می‌کنیم. At is used for a specific place. At را کسته بخشی جاهای مشخص استفاده می‌کنیم. یعنی در هر جای استفاده نمی‌کنیم. هر جایی که مشخص باشه مثلا مدور at را در اونجا استفاده می‌کنیم. For example, at the entrance. At the entrance. یعنی در دم در ورودی. خب انمی دم در ورودی خود چی یک جای چی است؟ مشخصه دیگه. پریپوزیشن چی؟ ات استفاده کنیم. ات ده انترنس یعنی در دم در ورودی. خوب یک جای مشخصه. یا مثلا میگیم ات فرانت آف ده چیر. ات فرانت آف ده چیر یعنی ده پیش روی چوکی. خب پیش روی چوکی یک جای مشخصه دیگه. ما در مورد یک جای مشخص گپ میزنیم. ات فرانت آف ده چیر. ات ده باتم آف ده گلاس. At the bottom of the glass. یعنی در پایین لیوان. در ته لیوان. خب اونمو باتم. اینمی خود باتم کسته چیه؟ یک جای مشخصه. ته لیوان کسته خودش یک جای مشخصه. پس در اینجا موضوع خاطر کسته پریپوزیشن چه at استفاده کنیم. بخاطر که گفتیم at کسته همیشه used for specific place. یعنی در جاهای مشخص استفاده میشه. At the bus stop. At the bus stop. I am at the bus stop. من در ایستگاه اتوبوسم. خب ایستگاه اتوبوس هم خودش یک جای مشخص داره. یک جای مشخصه که این ایستگاه اتوبوسه. تا مردم در اون جای مرا اتوبوس سوار میشه. خب او یک جای مشخصه برای همگی مشخصه که اون ایستگاه اتوبوسه. و این خاطر میگیم at the bus stop. At the bus stop. خب bus stop هم خودش یک جای مشخصه. یا میگیم at the hospital. I am at the hospital. من در شفاخانه ایم. خب در اینجا کسته ات هاسپیتال هم یک جای مشخصه دیگه. ساختمان از او کسته یک جای مشخصه. بخش همگی مشخصه. به این خاطر ما میگیم که ات ده هاسپیتال. اگر بگیم این ده هاسپیتال چه اتفاق مفته؟ این ده هاسپیتال یعنی به عنوان مریض اگر بودی تو مریضی بستری در شفاخانه خدای نخواسته باز در او زمان این استفاده میشه. به خاطر که تو به عنوان مریض در شفاخانه. اگر به عنوان دیدار یک نفر دیگه بیمار دیگه یک کس دیگه مریضه تو دیدار شماری او زمان چی میگی؟ میگی I am at the hospital. I am at the hospital یعنی ما در شفاخانه ایم. پس انمی at هم که است کجا استفاده میشه؟ یک جایی مشخص. جایی که مشخص باشه ما از at استفاده میم. مثلا میگیم که I am at home. ما در خانه ایم. خب خانه از ما خودش یک جای مشخص داره دیگه. جایش مشخصه او خاطر ما از at استفاده میم. اگر میگیم که چوکی در داخل خانه هست خب در این صورت از چی استفاده می‌کنیم؟ از ات یا این
این استفاده به خاطر که چاکی در داخل خانه دیگه. خب این یک مرز فیزیکی بود. خب دوستان عزیز اینی سه دانه پرپوزیشن این و آن و ات برای مکان بود که چطور میتونیم به صورت درست استفاده کنیم. این رو گفتیم یک جایی باشه که مثلا فرض مرز فیزیکی یا همچنان که هستم مرز مجازی داشته باشه ما از این استفاده کنیم. آن را در کجا استفاده کنیم؟ آن را در روی سطح باشه، یک چیزی که سرفیس باشه، هر سطحی که باشه ما از آن استفاده کنیم. مثلا میگیم the fan is on the wall، یعنی پنکه در روی دیواره. خب سرفیس بود از آن استفاده کردیم. ات را کجا استفاده کردیم؟ ات را در جاهای مشخص استفاده کردیم. مثلا میگه که I am at the park، ما در پارکم. خب پارک هم یک جای مشخص است، در این صورت ما از ات استفاده کردیم. I am at the park. اگر میگی مثلا در داخل پارک هست حیوانات مختلف وجود داره، در اونجا چی رقم میگیم؟ اونجا این استفاده کردیم. این بخاطر چی؟ بخاطر که پارک خودش یک فضا، یک مکان دیگه. خب یک جای را مشخص داخلش میگی نه؟ باز در اون صورت از این استفاده کردیم. اگر میگه I am at the park، یعنی او جای مشخص از اد استفاده کردیم بخاطر که او یک جای مشخص هست. خب دوستای عزیز اینی سه دانه پریپوزیشن بود، امیدوارم که برایش مفید واقع شده باشه. Thank you so much for watching. Have a great time. Bye bye.